سخنی داشتم با یک پسر ایران. قبل از اینکه برنامه شروع بشه دو سه ساعت، راستی من فکر میگردم که الان که بیام اینجا بنشینم دیگه صدای من در نمیاد. به شرف خوبی هست که فکر میکردم. من سپاسگزار آفریدگار جهان هستم. راستی آن قدرتی رو که به من داده من اصلا نمیتونم تصورش رو بکنم. قبل از اینکه برنامه شروع بشه به شرف سوگند باور به این رو نداشتم که صدام بتونه حتی در بیاد، بتونم مطالبم رو خدمت شما بگم. هموطنان گرامی، این پسر ایران به راستی دلسوخته است و فکر میکنه که آنچه که در ایران میگذاره یک مبارزه سیاسی هست و ملت ایران سیاسی شدن و همه نمیتونم متفاوتن با دوران ما. این گونه نیست. براستی دوران ما دوران بسیار دوران شکوفایی این ملت و این فرهنگ بود. میگفت که تمام مردم ایران امروز مثل ما اون موقع نیستن که همشون مجاهد و تحلیل سیاسی. براستی ملت ایران رو به جایگاهی بردن، به مسیری بردن که مثالی برای ایشون زدم. گفتم من از شما یه پرسش دارم. این بهتره که به دست من یه شمشیر بدن و به من یاد بدن که من ساق خودم رو بزنم، یا دستم این شمشیر نباشه و راحت راه خودم رو برم. راستی به دست ملت ایران یه شمشیر دادن و نشونه رفته ملت ساق خودشون یکی بر سر شاخ و بن میبرید. گله داشتن از رادیو تلویزیون های خارج از میهن که اعتماد از مردم سلب کردن. گفتم علت این که در واقع این رادیو تلویزیون ها به وجود اومدن هم همینه که اعتماد ملت ایران رو سلب کنن و به این باور ملت ایران رو بندازن که نیاز به رهبری نیست در این جنبش، در صورتی که رهبری میشه جنبش توسط بیگانه، توسط سازمان های جاسوسی، توسط وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی که در واقع کارگزار سازمان های جاسوسی و اینتلیجنس جهان هستند. اینا فکر نکنید اینا تنها نشستن اونجا. میگفتن که ملت ایران حالا دیگه مبارز شدن، میان تو خیابون میگن الله اکبر، همون فلاحی که مثلا خود جمهوری اسلامی باهاش اومد سر کار. ببینید اشتباه رو ببینید هموطنان گرامی، چگونه ملت ایران سیاسی شده، چگونه سیاسی شده این ملت و با الله اکبر میخواد بره به جنگ الله اکبر. گفتم فکر کنید شما که میتونید با این به قول معروف وسائل جمهوری اسلامی رو از پا در بیارید. به شرف سوگند اگر بخواد، اگر جمهوری اسلامی بخواد و احساس خطر بکنه، 100,000 رو تو چند لحظه کر و کور و شل میکنه. 100,000 رو زیرا که شیوه خردمندانه مبارزه رو اصلا نمیشناسه ملت ایران، اصلا مبارزه رو نمیشناسه. مگر کسی این خردمندانه هست که یه نفر بیاد وایس جلوی توپ و تانک و مسلسل باتوم گاز اشکاور گازهای سرطانزا و فلان اینا؟ مگه این خردمندانه هست هموطنان گرامی؟ این مبارزه است. این ملت روشن شده، این ملت دیگه نمیترسه، این ملت رو از خردش دور کردن. این چنین اگر جمهوری اسلامی احساس خطر بکنه با این شیوه آموزشی که به شما ملت داده، براستی سوگند که اون کسانی که میتونن بیاندیشن تو چند دقیقه به خاک میندازه. چند دقیقه جنگ های امروز هم بتنان جنگ های نظامی نیست، براستی جنگ های سیاسی بازیه. من به ایشون پیشنهاد کردم که برن قلعه حیوانات جورجور ورول رو بخونن. شما بخونید ببینید چگونه بازی میکنن با ما. سیاست مداران مخالف، نمیدونم احزاب مخالف،
و از من خورده گرفتن که شما همه رو رد میکنم. معلوم همه رو رد میکنم. بلکه من یک سازمان سیاسی نیستم. پرسیدن که انجمن پادشاهی کی هست، من ببینم که کجان اینا. گفتم انجمن پادشاهی ایران منم. همونطور که فولادمن گفت من هستم، همونطور که بابک خرم‌بین گفت منم. انجمن پادشاهی ایران زمان داریوش بزرگ تشکیل شد و تموم شد و من میخوام دوباره این انجمن رو بنیان بذارم. هموطنان گرامی، این انجمن رو برای پادشاهی ایران، برای نظارت بر پادشاهی ایران بنیان خواهیم گذاشت و برای مبارزه. برای مبارزه گفتم که هوشنگ نه نیاز به ادوایزر داره، نه نیاز به حزب داره، نه نیاز به سازمان، به هیچ نیاز ندارم. من تصمیمم رو گرفتم. من جایگاهی که ایستادم جایگاه کوروش هست. جایگاهی که من ایستادم جایگاه داریوش بزرگه. جایگاهی که ایستادم جایگاه رضا شاه بزرگ هست. من در جایگاه شاهنشاه آریامهر ایستادم، در صف نخست میخوام که بجنگم. اگر فکر میکنید که جمهوری اسلامی تنها هست، اشتباه میکنید. من میخوام با شیوه خردمندانه با جمهوری اسلامی و متحدانش بجنگم. جمهوری اسلامی رو من به راستی به لحاظ نظامی، چنانچه شما ملت ایران همراه من باشید، من با خاک یکسان خواهم کرد و با دیگر همراهان و متحدان جمهوری اسلامی به شیوه خردمندانه روبرو خواهیم شد. ما با هیچ کس خارج از سرزمین‌های ایران هیچ جنگی نداریم، نیاز به جنگ هم نداریم. اگر فکر کنید دور تا دور ایران رو به شرف سوگند هواپیما و توپ و تانک بچینن، بشرف سوگن، براستی سوگن، با خرد ایرانی، من تمام این زرادخانه نظامی رو از کار خواهم انداخت. اگر یک ملتی خردمند باشه، هموطنان گرامی، اگر یک ملتی ترس از مرگ نداشته باشه و آماده مبارزه باشه و مسلح به سلاح دامش باشه، نیازمند به این نیست که با سر بره توی توپ و تانک. چه فکر میکنید که مردم جهان از ما چه تصوراتی و چه توقعی دارن؟ میخوایید که ما صلح رو در جهان نمایندگی بکنیم؟ میکنیم. میدونید که ما به قول مرد اگرسیب نیستیم. ملت ایران هرگز در طی تاریخش اگرسیب نبوده. ما به متحدان جمهوری اسلامی خردمندانه خواهیم فهموند که ما ملت قابل احترامی هستیم، همونطور که زمان شاه ایران بودیم. جهان به راستی به شاه ایران تعظیم میکرد، نه شاه ایران به کسی تعظیم. در مقام مقایسه آنچه که شما از شاه ایران دیدید، به راستی در مقام مقایسه با سربلندان این تاریخ مانند داریوش و کوروش، راستی شاه یه سرجوخه هم نبود. با اینکه تمامی احترام من رو دارن، با اینکه میبینید من سخنم رو به مهر جناب سردی با سرود شاهنشاهی ایران آغاز میکنم، باور به این شاهنشاه دلاور و خردمند دارم. ولی این شاهنشاه دلاور و خردمند نه ملت داشت و نه دولت، تک یک نفری نمیشه مبارزه کرد. به این هموطن گرامی گفتم براستی هوشنگ از اون پسر 10 ساله 12 ساله که جلوی توپ میسته، در واقع دفاعش سستر هست. من دفاعم سستر از اون پسر 10 ساله هست. هیچ کس از من هیچ حمایت نمی کنه. هیچ کس شاید من رو همت نشناسه. ولی تا اونجا که خطری نیست هوشنگ، و تا اونجایی که از تلویزیون مردم سخن میگه، آسیبی به جمهوری اسلامی نمیتونه بزنه.
و آسیبی به متحدان قارتگر جمهوری اسلامی هم نمیتونه بزنه. حتی اگر به عنوان یک وزنه مطرح باشه، هوشنگ به عنوان یک وزنه علیه جمهوری اسلامی در جایگاه خودش استفاده خواهد شد توسط متحدانش. جمهوری اسلامی پسر عموی در واقع متحدانش نیست. دیدید که شاه ایران با این همه احترامی که در کشورهای خارجی داشت در جایگاه خودش رهاش کردن، در جایگاه خودش در آسمان سرگردانش کردن، تا حتی تا پای معامله هم رفتن با جمهوری اسلامی.